روز پنجشنبه در رسانه‌های ایران دو گزارش تکان دهنده از وضعیت اقتصادی اقشار کم درآمد منتشر شد که نشان می‌داد حکومت بخش عمده‌ای از شهروندان را به کل فراموش کرده است. سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. یکی از این گزارش‌ها که در روزنامه جهان صنعت منتشر شده بود، وضعیت شهروندانی را شرح می‌داد که برای ادامه زندگی اعضای بدنشان را در خارج از کشور می‌فروشند. اعضایی که در آنها اندام‌های حیاتی مثل قلب و کبد نیز دیده می‌شد. برخی از این شهروندان حتی با فروختن چشمشان نابینایی را به زندگی در عسرت و تنگدستی ترجیح داده بودند. در گزارش روزنامه اعتماد نیز زندگی شهروندانی تصویر شده که انواع تحقیرها را تحمل می‌کنند تا یک وعده مرغ بر سفره غذای فرزندشان بگذارند. اما شهروندانی که برای حفظ شرافت انسانی و پرهیز از دیگر آزاری و سرقت به جان جسم و روان خودشان افتادند، تا کی قادر به تحمل این وضعیت خواهند بود؟ در مقابل اگر حکومت به وضع اقشار محروم رسیدگی نکند، چه تبعاتی دامن جامعه ایرانی را خواهد گرفت؟ در دیدگاه برای بررسی این پرسش‌ها با سعید پیوندی، جامعه شناس از فرانسه همراه می‌شویم. آقای پیوندی، ابتدا می‌خوام نگاه شما رو به محتوای دو گزارش روزنامه‌های اعتماد و جهان صنعت بدونم. این گزارش‌ها چگونه جامعه ای رو پیش چشم یک جامعه شناس می‌ذاره؟ در حقیقت این گزارش‌های تصویر بسیار هولناکی رو از جامعه ایران یا دست کم بخشی از جامعه ایران تصویر می کنند که افراد در حقیقت برای بقا و برای زنده ماندن دارن مبارزه می کنند و هیچ امکانات رفاهی یا تورهای حفاظتی در جامعه برای حمایت از این افراد وجود نداره و این افراد به حاشیه رانده شده و بدون ارتباط احتمالاً با بخش‌های اصلی اقتصاد در عمل در حقیقت در بین مرگ و زندگی هستند، برای اینکه نوع زندگی اونها، نوع درآمد اونها، رابطهشون با اقتصاد طوریه که این بی‌ثباتی و این در واقع مبارزه برای زنده موندن رو تبدیل کرده به اصلی ترین در واقع محور فعالیت و زندگیشون. از گزارش روزنامه اعتماد الان میشه فهمید که روش‌های جایگزینی که شهروندان کم درآمد برای تامین خوراکشون پیش گرفتن هم دیگه پاسخگو نیست و دیگه نه از مغازه‌دار کاری برمیاد نه از خیرین. آقای پیوندی، در صورتی که کمک‌های مردمی قطع بشه، اقشار کم درآمد چه گزینه‌هایی پیش رو دارن؟ ببین، در هیچ جای دنیا در حقیقت با مسئله فقر یا فقر بسیار زیاد، برای اینکه ما در اینجا با یه فقر مزمن و بسیار گسترده سر و کار داریم، با فقر عادی هم حتی سر و کار نداریم. این کمک‌های مردمی و یا برای مثال امکاناتی که فروشندگان کسبه میتونن به طور موقت در اختیار افراد بذارن از طریق نسیه فروشی، اینا هیچ کدومش چاره‌ساز نیست و کمک‌ها و حمایت از این گروه‌های بسیار آسیب‌پذیر به ناچار باید بسیار ارگانیک و توسط نهادهای عمومی صورت بگیره که یه نوع در واقع تداوم داشته باشه و یک معنا داشته باشه برای جامعه. برای همینم خب مثلا یه نونوا میتونه نونا ارزون بده یا نسیه بده تا سر ماه که فرد بتونه مثلا پول یارانه‌شو بده، یا برای مثال بعضی از کمک‌های مردمی میتونن یه مرهم بسیار موقت و زودگذری باشن بر روی زخم‌های عمیق فقر. ولی اینها راه حل‌های اساسی جامعه نیستن و در حقیقت میشه گفتش که این گروه اجتماعی کاملا رها شدن و اون پشتیبانی لازم رو که باید نهادهای عمومی که وظیفه اصلیشون از برای دفاع از چنین افرادی انجام نمیدن، ما با یه نوعی در واقع گروه‌ها یا اقشاری از جامعه سر کار داریم که به کلی در گرداب فقر رها شدن و دورنمای خیلی روشنی هم در مقابلشون نیست. آقای پیوندی، وقتی شهروند فقیر و محروم به اعضای بدنش به چشم سرمایه و پول نگاه میکنه، یعنی در واقع تمام توانش رو به کار بسته که به جان و مال دیگری نظر ندوزه، این به نظر دیگه آخرین نقطه اتکا به خویشتن یک شهروند شرافتمنده. اگر این معادله برعکس بشه و جان خویش ارزشمند و جان دیگری کمبها تصور بشه، باید منتظر چه وضعیتی بود؟
ما در حقیقت میتونیم بگیم که ادامه این وضعیت و یا بدتر شدن هنوز شرایط، برای اینکه ما میتونیم با توجه به مشکلات اقتصادی و بحران اقتصادی کنونی به طرف وضعیت بدتری هم بریم، جامعه را احتمالاً به طرف اون چیزی که در جامعه شناسی بهش شورش های نان میگیم ببره، یعنی در اونجایی که دیگه افراد برای ادامه زنده موندن، برای اینکه بتونن خانوادهشون رو سیر بکنن یا خودشون رو در حقیقت سیر بکنن و به زندگیشون ادامه بدن، هیچ چاره‌ای به جز به خیابان اومدن، دست به شورش زدن، حمله کردن به مغازه ها یا حمله کردن به بانک ها ندارن. و از اونجایی که اینها هیچ چیز دیگری رو برای دست دادن ندارن، اون موقع در حقیقت میشه گفتش که برای بقای خودشون میتونن دست به هر کاری از جمله به تعرض به دیگران بزنن و این آینده بسیار هولناکی را در مقابل جامعه ایران قرار میده. با نظیر این شورش های نان، شورش های شهری فقرا را در بعضی از کشورهای امریکای لاتین، افریقا و یا آسیا داشتیم و میشه گفتش که یک دورنمای بسیار سیاهی از این نظر میتونه در مقابل جامعه متاسفانه قرار بگیره. آقای پیوندی، با توجه به آسیب هایی که دامن اقشار محروم رو گرفته، رسیدگی به این اقشار چه اندازه باید در اولویت برنامه‌های دولت باشه؟ دولت در وضعیت خیلی دشواری قرار داره از طریق به خاطر تأمین بودجه های خودش. برای اینجا جاش نیست که ما وارد جزئیات بودجه بشیم، ولی اون چیزی که مسلمه اینه که دولت به خاطر همه خطاکاری ها و اشتباهات بزرگ سالهای گذشته در عمل امکانات زیادی برای کمک به این افراد نداره و حتی اگر بخواد هم نمیتونه کارهای خیلی زیادی بکنه. همین یارانه ای که الان به همه مردم میده، این حداکثر کاریه که میتونه کنه و این در مورد اقشار فقیر، اونایی که هیچ حقوق و درآمد دیگه ای ندارن. خب این یارانه در واقع کفاف زندگی کنونی رو نمیکنه، برای اینکه از حداقل درآمد برای اینکه فرد در حقیقت بتونه فقط زنده بمونم کمتر هست. در نتیجه یا دولت باید در واقع اولویتاشو به کلی عوض بکنه و این مسئله رو در دستور کار خودش قرار بده، چیزی که فعلا در دستور کار دولت نیست، و یا اینی که ما باید شاهد در حقیقت درگیری های زیادتر بین جامعه و دولت باشیم. دولت به نظر من با این روشی که در پیش گرفته، با گرایش مسلط کنونی، خیلی در واقع امکانات کمی برای کمک به چنین افرادی داره و ما نه نظام رفاهی فکر شده و دقیقی داریم و نه تورهای حفاظتی از گروه های بسیار فقیر داریم که در مواقع بحرانی بتونه جایگزین یه درآمد عادی بشه. هیچ کدوم از اینا در جامعه ما کار نمیکنه خوب و ما در این مورد میشه گفت که هم دولت در بنبسته و به نوعی همه جامعه در بنبسته. آقای پیوندی، انسداد سیاسی و اجتماعی و هزینه دادن‌های پیاپی و سنگین برای حداقل‌هایی مثل نان و پوشش بر تعریف مفهوم زندگی در ذهن جامعه ایرانی چه تأثیری گذاشته؟ دقیقاً من فکر می‌کنم که ما با یه جامعه بسیار سرخورده، خشمگین و آسی سر و کار داریم. تمام کارهای میدانی سال‌های اخیر بر همین نکته توجه می‌کنن، یعنی وجود شهروندان و سوژه‌های ناراضی، آسی و به شدت سرخورده ای که هیچ دورنمایی در مقابل خودشون نمیبینن. بالاخره شما در یه جامعه ای که یه تحولات مثبتی وجود داشته باشه، میتونید فکر کنید که اوضاع الان بده، ولی ممکنه که در یکی دو سال، سه چهار سال آینده ما به طرف یک وضعیت بهتری بریم، شرایط از اقتصادی از این بهتر بشه و فقر به تدریج عقب نشینی بکنه. ولی ما در جامعه ای هستیم که بیشتر رو به سرازیری است و اوضاع میتونه بدتر بشه تا اینکه امید به بهبود وجود داشته باشه. این ناامیدی هم خودش کشنده است برای جامعه، یعنی این سرخوردگی عمیق وقتی همراه بشه با یک ناامیدی از افق تغییر و نبودن افق امید برای بهبود، میشه گفتش که اینها سمهایی هستن که روح جامعه رو مسموم میکنن و ما در ایران من فکر میکنم با چنین وضعیتی متاسفانه سر و کار داریم. در حقیقت اگر به جنبش های بزرگ اجتماعی اعتراضی چند سال گذشته از سال 96 به خصوص به این طرف و 96, 98 و 1401 همه اینها با اینکه گاهی حالت شورشی و طغیانی داشتن، ولی فرصت هایی بودن همزمان برای جامعه و برای حکومت، برای اینکه در واقع همه به خودشون بیان و این
دورنمای ترسایی که در مقابل جامعه است رو درک بکنن. ولی همه شواهد نشون میده که به خصوص نهادهای رسمی و دولت هیچ درسی از فریادهای مردم، از قیام مردم، از عصیان مردم نمیگیرن و در بر همون پاشنه میچرخه و اون چیزیه که در حقیقت این دورنمای ناامید کننده‌ای که در مقابل مردم هست و نبودن افق تغییر رو در واقع امروز در ایران من به این ترتیب بیان کردم که بازتاب وضعیت روانشناسانه یا روانشناسی جمعی جامعه ایران هست. خب همونطور که خودتون هم اشاره کردید دیگه به دولت و حکومت نمیشه امیدی داشت. شهروندان برای بهبود شرایط و کاستن از آسیب‌های فقر و محرومیت چه نقشی میتونن بازی کنن؟ ببینید در جامعه‌ای که بخش مهمی از اقتصاد در دست دولته و ما با نفت فروشی هنوز زندگی میکنیم و اقتصاد ما به شدت وابسته به فروش نفت هست، این کماکان دولته که از طریق درآمدهای نفتی سعی میکنه که در واقع یه نوعی بخشی از اون پول رو در جامعه تقسیم بکنه و حیات جامعه ادامه پیدا بکنه. ما اگر دارای اقتصاد در واقع قدرتمند جدا از دولت بودیم میشد این سوال شما رو شاید در موردش فکر کرد که شاید این اقتصاد بتونه جامعه ایران رو نجات بده. ما همچین چیزی نداریم و برای همینم جامعه ما تنها رایی که در مقابلش هست اینه که اشکال مختلف دست به مقاومت بزنه و با اعتراضات خودش شرایطی به وجود بیاره که شاید با تغییر نظام سیاسی، شاید با تغییر نظم سیاسی یا الگوی سیاسی کنونی یک گشایشی برای آینده به وجود بیاد. ما هیچ راه دیگری امروز به جز تغییر جدی سیاسی برای اینکه افق‌های جدیدی در مقابل ایران گشوده بشه و در مقابل مردم گشوده بشه نداریم و اقتصادای ما هم از این بنبست خارج نخواهد شد مگر اینکه این انسداد سیاسی تکلیفش معلوم بشه با ما از این بنبست هولناکی که درش گرفتار هستیم نجات پیدا بکنیم. سپاسگزارم از شما سعید پیوندی، جامعه شناس از فرانسه. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از شما سپاسگزارم.